تشکر از خودت. ببین، ما آقای جسور در رابطه با خودت اگر هر حرفی داشتیم در حضور خودت برای خودت گفتیم، مثل ای که امروز برای گفتم، یعنی امروز هم من موضوعی را که گفتم برش حالت گپ آمد تکرار میکنم. ما برش گفتم جسور صاحب، وقتی که خودت صاحب لایف هستی، در لایف خودت صلاحیت داری که کسی را بگویی که ما برای 2 دقیقه وقت میتونم، کسی را بگویی که 10 دقیقه وقت میتونم، کسی را بگویی که در اینی مورد حرف نزن. مثلا موضوع لایف ما اینی چیز است، تو حق نداری که بیرون از این حرف بزنی، یا مثلا سلطانی حضور نداره در غیاب سلطانی حرف نزن. هر صلاحیت امی گپا را کنترول و مدیریت لایف خودت داری. خودت اف بی آی میاری، او اف بی آی نمیفهم که کی است. اگر او کدام کاکا و جوان باشه، برملا میکنه چهره خود، نام خود نام مستعار نمیمانه. درست، اگر در کفش شریک نباشه، با نام مستعار میآید، در لایفت بالایش میکنی، خودت خود بی خبر میندازی، میگی ما یک دوستا عزیز یک دقیقه شما لایف ادامه بدین، ما پس میایم. خودت میری او طرف میشینی، او آدم در آدرس قهرمان ملی، در آدرس استاد ربانی شهید، در آدرس احمد مسعود، در همه آدرس و ارزش های ما یک رنگ هر آنچه که در دهنش میآید میگه، و به مانند همی چندین نفر دیگه که میآید در ارزش های ما دشنام میده. ببینید آقای جسور، من چی بگم برات؟ همون رقمی که من امروز برات گفتم، بازم برات تکرار میکنم. امروز از برکت خودت در آدرس رهبر صاحب استاد عطا محمد نور، دهها فاش ناموسی را اینمی عمر سباون دادن. دمو ویدیویی که بالا کرده بود، هم در آدرس خودت و هم در آدرس از برکت خودت در آدرس رهبر صاحب فاش ناموسی میده و میگه این هدایت استاد عطا محمد نور است که سگای خود وظیفه داده که برین شما در لایفا افغانا را بالا بیارین تا علی احمد مسعود و علی احمد شاه مسعود دشنام بده. یعنی چی؟ خودت وقتی که صاحب لایف هستی، تنها این مسئله نبوده که امروز سر و صدای سباون برای به این شکل سر تو انتقاد کنه. چند روز پیشش هم، یک 3 روز پیش، شاپور در لایفت چی میگفت؟ نگفت که جسور، این کار مردانگی نیست که خودت کسایی را بالا افغانا را میاری و یک رنگ اهل مقاومت را دشنام میتن. یعنی این گپ نو نبوده، 2-3 بارش اخو ما شاهد است. اما همین قدر برات میگم، اگر خودت به قول خودت که همین روز هم گفتی، گفتی من جمعیتی نیستم و راستم میگی خودت جمعیتی نیستی، در اینمی روند قسم میخورم که نیست، در روند جمعیت اسلامی حال تیر شد امو لحظه، اما ما تکرار میکنم، در روی میز کارم در دفترم سلطانی گرامی، خدا شاهد است، یعنی وجدانم ضمیرم شاهد است، در روی میز دفترم قرآن کریم ماندیم، در روی قرآن کریم لوگوی جمعیت که در کاغذ چاپ شده است ماندیم، بین عکس استاد شهید ماندیم، یک سو عکس عامر صاحب، یک سو عکس رهبر صاحب استاد عطا محمد نور، در روی اینمی قرآن دست خودم ماندیم و سوگند وفاداری ما تعهد قرآنی به حزب جمعیت کردیم. یعنی اگر ما شما مسلمان هستیم، الحمدلله، در هیچ چیز باور نداشته باشیم، در این باور داریم که پروردگار در بالای سر ما ناظر است و همه حالت ما را میبیند. در اونمو اتاق دفتر خودم در بسته بوده، خودم بودیم، خدایم بودم، با وجدان تعهد کردیم روی قرآن دست کنیم به حزب جمعیت که من یک فرد صادق میباشم، تنها امروز نه، یعنی تا زنده هستم دینمی روند صادق می باشم و صداقت ما هم در تمام اهل جمعیت ولایت بلخ معلوم است که ما تا چه حد صادق بودیم و تا چه حد در جمعیت ما کار کردیم، فعالیت کردیم. یعنی که اگر تو جمعیتی نیستی، ما جمعیتی هستم، ما در جمعیت حاضر هستم که خودم اولادایم که در راه جمعیت قربان شوند، به خدا اگر دریغ داشته باشم، به والله بالله ثم
یعنی تو میای در لایف رهبر جمعیت، رهبر فقید جمعیت دادرسش دشنام میتی سر کسای دیگر، دادرس احمد شاه مسعود شهید که افتخار ما جمعیتی است دادرس از او دشنام میتی، دادرس بچه و خانوادهش دشنام میتی. ما دیگر اصلا تعامل میکنیم، گپ نمیزنیم و تو باز در اینجا برای ما پیام میتی که تشکر از خودت. تشکر از چی؟ اینی فروتن اینی ما پرسانش گو تو دارن خدا فروتن. ما برای تو گفتیم که جسور گفت که ما ایره خر ساختیم موبایل گرفتیم گردنت بسته هوا رو دونه زد درام. ما گفتیم که بگاه استاد شیوا یک کلمه حرف از شما نشنیدیم و چی معنا داره؟ جسور یک بار نه دو بار نه. ما امشب آنچه که گفتم دوستا یک حقیقت است، میگه قدر یک سیبه از یک باغ وقتی ندانی اگر شخص کل باغم توفه بده بی‌مفهوم است. آقای جسور را در سخت‌ترین شرایط ما یک گوشی روان کردیم، گفته فروتن خر ساختیم، دوستای ما را تشویق کرده حالا ببین یک آدم فروتن شد همون عبد اقل همون فروتن ابو همون گوشی را $100 خو خریدیم. یعنی که صرفاً اون گوشی که من یادم رفت سلام جناب اون گوشی رو یعنی که اینو در پست یک دفعه برگشت دوباره روان کردیم که تقریبا 380 چند نفر تمام شدن. خیر گفتیم که رفیق ماست، برادر ماست، ارزش امور دو سال است که من در کمپ هستم با زن و بچه می. یعنی که از طرف اینمی کم ما کار پر چی نداریم، تنها نان ما فریست همراه اتاق ما جایی و غذای ما را در اتاق خانه می خورید. یعنی تا هنوز گردن تان بسته توی فروتنی که بار بار بر ما یادآور شده که موتر و موتارای نقدر ارزش را قیمت داره، زندگیم به اینی سطح لیوان یا دیگه است. ما کدام روز از تو کدام توقع مادی ما گردنت بسته از خود در سلطانی از یکی ما گفتیم که رقم سوگن به خدا دوستای عزیز اینمی استاد شیوا یک اندازه سوزن رم از زندگی خود شخصی خود نه شکایت کرده نه کدام تمام و توقع داره. یعنی ما استاد شیوا را یک انسان مبارز و گاهی احساس میکنم برادر بزرگی ما است. یعنی من جمله را تکرار کنم، همین جمله بسیار مهم است. احترام دارم بابتی که امروز در برابر جسور امی حرفا را گفتم. ما از استاد شیوا بزرگوار معذرت میخواهیم که او آدمی خواهش میکنم حرمزاده فروتن صاحب ما در مزار شریف رئیس جوانان جمعیت سود شمال بودم 60 سال. پرسان کنین تمام مجاهدین جمعیت هم در 60 سال، یعنی ما در خانه کرایی زندگی میدهیم تا روزی که آمده مینمی دارم کرای خانه ما صرف استاد صاحب میداد تا هنوز هم من ممنونشان هستم. اما در تمام عمرم یک افغانی عرام خورده باشه کفن اولادم باشه، در تمام عمرم پیش وجدانم اگر خودش شرمسار کرده باشه بی غیرت دنیا باشم، ناششته از دنیا باشم، در تمام جمعیت بلخ سرفرازیم، اعتماد به نفسم، صداقتم بیخی ثابت شده نیست. هر کسی از مجاهدین جمعیت مزار خورسان که در رابطه با من برای هم اگه تون توضیح آدم یک مرد باشم. من عرض سلام دارم خدمت آقای شهرت گرامی و همچنان آقای واحدی عزیز. من یک خواهیم یادآور شم من دو پیام برای هر دو بزرگوار ما، برای هم جناب رهبر صاحب استاد حتی محمد نور و هم عامل صاحب جوان احمد مسعود یک پیام دارم در پایان امی لایف. پیام می است که اگر دیروز عامل صاحب شهید حضور داشتن یک صفحه از مبارزات ملت ما با قیادت اوشان شکل گرفت، یک تاریخ درخشان بجا ماند از خود که با خط زرین نوشته شد تمام کارنامه هایش. اما امروزی که جناب عامل صاحب شهید در قید حیات نیستن و شماها بزرگای ما هستین و جانشین اونا، یعنی امروز بدترین حالت ما تجربه میکنیم. ما جناب استاد ما
خیلی معذرت میخوایم از شما اگر این لحظه صدای ما را بشنوید، ما در حد نیستم که برای شما خدای نخواسته ابراز نظر کنم در کدام موارد. ما عسکرتان هستم و تا زنده هستم عسکرتان هستم، شما عامرم هستید. اما یک چیزم میگم که امروز زبان ما در حال انقراض است. امروز در ناموس مردم آزاده تاجیک دست کثیفترین آدمای مفعول رسیده. امروز دخترای نیکدامن نیکنام و پاکدامن تاجیک در قندهار و در جنوب در هلمند برده در داخل اتاقا 20 نفر 30 نفر دخترها را میمانند و هر طالب میآید خوشکردش را میگیرند نکاح میکنند، برای خود نکاح را هم در اونجا بستند. اینطور وضعیت بالای مردم ما جریان دارد و در حدود بالاتر از 15,000 جوان تاجیک هم تبار و هم زبان من و شما در محبس های پل چرخی و بگرام و محبس های قندار و بدترین شیوه ستم میشن، شکنجه میشن، سلاخی میشن. در این شب و روز در این مقطع زمانی اینمی که شما بگذرین از اونمو یک مقدار نظریات آنچنانی که اگر مطابق خواست دیگران نباشد و دیگران هم چنین یک گذشت را اختیار کنند تا اینکه یک مشت واحد شده یک صفحه نو برای مبارزات مسلحانه باز کنیم، یک بار دیگر برای دشمنای قسم خوردی ما ثابت بسازیم که شما همو رقمی که در گذشته ها شمشیر زدین باز هم میتونید شمشیر بزنید و یک بار دیگر کارنامه مسئول شهید تازه بسازین. این یک نظر ما بود. امروز پیامتان برای ما رسید، یک عالم سپاس. به دو دیده ما پیامتان انشالله که تطبیق میکنم سر از همون لحظه. برای همون کسی که پیامتان برای من رسان ما وعده دادم که برای جناب رهبر شبید بینام بتیم که آنچه که گفته ندایتتان رو جواب میشه. سپاس آقای جسور بزرگوار. اگر چند سوال شخصی است دوستایی که در پایین برنامه است پرشان سوی تفاهم نشه. آقای جسور، به نظرت من چه رقم یک آدم هستم؟ میخوایم امیر از زبان شما بشنوم. از زبان ما بشنوید کلاگه بگه رفیقش از تعریف کرد. اگر نیست دوباره نه منفی یا مثبت فرق نمیکنه. کوتاه یک دقیقه آقای فروتن، من از تمام کسایی که در صفحات مجازی کار میکنن فعالیت میکنن، من در قبال شخصیت شما خودت یک جوان مبارز پیدا میکنم. با همانندی که به می شعر میگم، انگشت به لب مانده هم از قاعده عشق، ما یار ندیده تبی معشوق کشیدیم. اون ایده کسایی که ما و شما را میشناسه که چگونه مبارزه میکنیم، در تب معشوقای ما و شما سوختیم. خودت یک آدم مبارز هستی، در این جای شک نیست. بر علاوه که کسایی که شناس شخصی دارن یا ندارن، یک آدم کارآزموده هستی در بخش اما قلب یک حکومت چی میباشه؟ استخبارات میباشه. شما کار کرده هستی. من در قبال کارهای شما انتقاد ندارم و هانی در دوستا اگر تعبیری مرا دوستانه فکر میکنن که یکان روابط های شخصی داریم، این را اشتباه میکنن. ولی در کل ما شما را 50:1 حساب میکنم در قبال آقای جسور. دمی افای چه قصد وجود داره؟ یعنی واقعیت که یعنی یک شخص دیگر چی نداره میگم، یه حلال شخص سرش حرام، آیا واقعا در پای امی افای صادق هستی؟ شما مگه مرا نمیشناسید؟ من یک آدم هستم که مبارزه بسیار روک راست هستم. خم خم رفتن نمیشه مبارزه، شتردوزی و خم خم نمیشه. در مبارزات صادق استوار استاد هستی، آنجایی که حرف بگویی یا قول بدی به او استاد هستی. من در این چرا پابند نباشم؟ آیا شک دارین شما؟ من متاسف در این هستم که یک تعداد دوستای ما همیشه در قالب و در چهره دوست همانند برادر ظاهر میشه، ولی بدبختانه و در خفا آن قدر زخم زبان میزنه که دشمن ما همین کار را نمیکنه. آقای جسور بزرگوار،
ای تو برات سوی تفاهم نشه که خدای نخواسته فروتن چرا امشب به جایی که سر موضوع برنامه صحبت کنه استنتاق گرفته، میخوای استنتاق بکنه. ما وقت یک ذره چی هم هستم چی میگنم، خب آدم وقتی ببینه جایگاه شخصیتی شخص زیر سوال بره یک ذره قهر میشه سر کی؟ سر برادر خود. ببینین آقای جسور، آیا من نیکیم به شما رسیده یا خدای نخواسته ضررم؟ مثبت یا منفی بدونی کدام گپ بگوین، چی نیکی کردیم چی ضرر به شما رساندیم؟ ببینین آقای فروتن، شما ضرر برای من نرساندین، قطعا قطعا ضرر نرساندین. بر علاوه گاهی وقت به ما دسترسی هم کردین، رسیدگی هم کردین و مشکلات ما هم در نظر گرفتین که در این جای شد. متاسف در چی هستم دوستای عزیز، سوگند به خدا ما جسور برادر احساس میکردم و همیشه و ما هیچ گاه نگفتم، حتی خود جسور میگفت همی گوشی که همی لحظه همی لایف هست اینمی رو ما برای جسور روان کردیم. بله اینمی گوشی که دست آقای جسور اینمی لایف هست به خاطری که ما درد یک مسافر رو میفهمیدم. به خودم وقتی در اروپا آمدم سخت ترین شرایط زندگی کردم، آقای جسور که در آلمان آمد حس انسانی ما ایجاب میکرد که گفتن گوشیشان مشکل بود، یک لایف پایان افتیدن. ما در لایف بالا گفتم چرا نیومدی که فروتن گوشی ندارم، اینی مشکل داشتم که ناجوان یک گوشی هم به ما روان نمیکنی. سوگن به خدا من خدا قرض کرده برای میادم یک گوشی روان کردم. آقای فروتن بر علاوه شما کسی که در اینجا مرا دستگیری کرده در اروپا، یکی شما یکی جوانی که کارش اگر نبی حال نگوی مرا میگه آقای طوفان همیشه رسیدگی به ما کردن در اینجا شک نیست. دیگه ما آقای جسور از برنامه پایین مندازم، نمیخوایم که توهین شون. جسور اینمی کسی است که نمک میخورد، اینمی نمکدان استاد شده میشاشه. میگن از فروتن دور باش که فروتن بسیار لچک است. من شنیدم بسیار دوستای ما را یک دارانه دهها تره براش میگه فروتن یک چیری استخباراتی شیطان و یک انسان پس فطرت است. او مردم هوشیار باشین، از فروتن استفاده بکنین. همکاری مرا آقای جسور ترجیح به کلاهبرداری داده و منی فروتن را گویا احمق ساخته، از منی فروتن گویا استفاده کرده. دوستا را تشویق میکنه میگه فروتن از پیشش استفاده بکنین، اما استفاده فروتن نشین. من یک سوال کوچک، اگر چند استاد شیوای بزرگوار شما را من به صفت استاد خود قلبا دوست دارم، خدای نخواسته آیا ما از شما استفاده کردیم؟ از سلطانی بزرگوار استفاده کردیم؟ احمد طوفان 8 سال شده میشناسم، آقای احمد طوفان ما از خودت استفاده کردیم، آقای جبلی را تازه میشناسم، یکی از جنرالای با افتخاری وطن که در برابر دشمن میجنگه، آیا از شما استفاده کردیم؟ برادر اگر استفاده کردیم امیر وضاحت بتین این مردم بفهمم کلگی دم کامل نشته بکنه که فروتن لوچک تو واقعیت یک لوچک انسان هستی، خودت از همی چهره میدیا گم بکو، نیاز به برنامه‌ایت نیست. والله من جگرخون هستم، من هیچگاه نمیخواستم و ای احساس نمیکردم که جسور اینمی طور یک آدم است. استاد عطا که شکست خورده عامل شکست استاد عطا جسور و امثال جسور است. اینمی آدمای پس فطرتی که به نام اولسوال رفتن دوزی کردن، عناوین مختلف جرم و جنایت انجام دادن، اینمی جنرال با افتخار این وطن بی آبرو بی عزت ساختن، محبوبیت شبه این مردم زیر سوال بردن و هنوزم از آدرس اینمی جنرال سبت آمامد نور میان به اینمی رهبر جوان بریم احمد مسعود پاکترین چیره که به خدا در کعبه بره بی آب زمزم او قدر پاک نیست که اینمی جوان پاک است. با اینمی من با باور کامل دارم، ولی اینمی آدم میاید برنامه میگیرد پسترین آدم هم میاره برای نیمی احمد جوان فاشی میکنه، قلبی ما در میگیره. در زیر برنامهش گاه ناگاهی از اکانت های جلی برنامهش هم میبینم و اصلا کامنت هم نمیگذارم، ولی امروز جایش دیدم که چهره نیمی آدم را باید این این گونه میامده ما به معرفی میگرفتیم. من خدای نخواسته به عفت و عزت و شرافت هیچ کس صدمه وارد نمیکنم، ولی نیکی مرا تشبیه به کلاهبرداری کرده و مرا گویا احمق ساخته. او مردم اگر به اینمی رقم چهره ها اگر شما کمک میکنین، یعنی مثل که من امروز درد میکشم یک روز شما مینیم.